جلسه اعلانی مجلس شورای اسلامی. بیژن زنگنه وزیر نفت برای پاسخ به سوال سه نماینده اصولگرا که از گفته های او در کمیسیون قانع نشده بودند به صحنه علنی فراخوانده شده بود. تلاش خیلی زیادی شده که این سوال ناموجه جلوه داده بشه. حمید رسایی از نمایندگان منتقد دولت به نمایندگی از سوال کنندگان خواهان آن شد که آقای زنگنه توضیح دهد جریان گریه کردن حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت چه بوده. این خبر گریه آقای روحانی بیش از 500 بار در رسانه‌های خارجی و داخلی کار شده. همکاران، سال گذشته برخی از منابع خبری به نقل از بیژن زنگنه مدعی شدند که او گفته است یکی از وزرای دولت محمود احمدی نژاد برای قرض گرفتن پول نزد یکی از شیوخ امارات متحده عربی رفته است. بر اساس گزارش‌ها زنگنه گفته بود حسن روحانی بعد از شنیدن این ماجرا گریه کرده و گفته چرا باید کار کشور به جایی برسد که یک مقام اماراتی برای اداری ایران 4 قران پول به ما قرض بدهد. اما آقای زنگنه در جلسه علنی روز سه‌شنبه این نقل قول را رد کرد و گفت روحانی گریه نکرده بود و وزیر دولت احمدی نژاد برای قرض گرفتن پول به امارات نرفته بود. منم نگفتم پول قرضی بوده، پول خودمون رو رفتن گرفتن. اما این که آدم بره برای گرفتن پول خودش خواهش بکنه، این عزته؟ در ادامه جلسه بیژن زنگنه شایعات مربوط به استعفای خود را هم که آقای رسایی چند بار با آن اشاره کرد رد کرد. اما حمید رسایی انتقادات خود به وزیر نفت را ادامه داد و او را متهم کرد که درباره وضعیت کشور سیاه نمایی کرده است. زنگنه هم گفت واقعیات را گفته است. من سیاه نمایی وقتیه که بنده یک چیزی رو که سفیده بگم سیاهه. اگر یه چیزی رو که واقعیتی هست بحثی نیست. قرارداد بحث برانگیز کرسنت که 12 سال پیش در زمان وزارت زنگنه در دولت محمد خاتمی منعقد شد از دیگر موضوعاتی بود که حمید رسایی به خاطر آن بیژن زنگنه را به باد انتقاد گرفت. اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مداخله کرد و به رسایی هشدار داد که به این پرونده نپردازد. حالا من اجازه میدم آقای دکتر بدم یه چیزی که من به شما گفتم مربوط به امنیت ملی کشور در اونجا داره بحث میشه، شما ان شاءالله اونجا دنبال میشه. مصلحت نیست دیگه. در پایان جلسه مجلس رسایی گفت نیازی به رأی‌گیری از نمایندگان در مورد اظهارات زنگنه نیست، زیرا به نظر او دروغگوی وزیر نفت برملا شده است. این اظهارات رسایی خشم نمایندگان طرفدار زنگنه و دولت را برانگیخت. این دسته از نمایندگان از رئیس مجلس خواستند رأی‌گیری شود تا معلوم شود که مجلس نسبت به اظهارات زنگنه قانع شده. شما الان خودتون مخالفی، خب مخالفت بفرمایید، صندلیاتون مشکل نداریم. خواسته ای که در نهایت محقق نشد و جلسه به پایان رسید. حسام مهدوی، صدای آمریکا، واشنگتن.